بسم الله الرحمن الرحیم بادامی درس های ما مضمون فارماکولوژی دوایی که در ها استفاده می شود. آخرین درس ما این دوا بود که عبارت از بود که گفتیم در مداری های نوی فارم غیر اختلاطی در منطق مقامت در مقابل چندین دوا موجود باشد آخرین سالایی بادامی دوا, دوا کلوروکین است که کلوروکین هم از جمله دواهایی که در ملاریا بسیار زیاد استفاده میشه بسیار خوب نتیجه هم میده میگه موارد استعمال شد در تدایی ملاریا حاد و ملاریا واکس استفاده میشه اشکال دوایی به شکل زرقی تابلیت و شربت وجود دارد یعنی هم شکل تابلیت دوا وجود دارد هم زرقی موجود است و هم به شکل سیروب یا شربت وجود دارد پس در تداوی ملریای حد و ملریای وی واکس استفاده مش در تداوی ملریای حد و ملاریا ویوکس در حالی که آرتینات شما متوجه شوید که در ملاریای که استفاده میشد فلسی فارم بود ولی دوا کلوروکین در, در, در تداوی ملریای و ملاریای وی استفاده میشود اشکال دوایی به شکل تابلت هم موجوده به شکل زرقی هم موجود است و به شکل سیروب یا شربت هم وجود دارد احتیاط دواز یعنی دواز زمانی که تدبیق میشه در کدام حالات باید احتیاط شود در تشوش وظیفوی کبدی هر مشکلی که کبد داشته باشد باید بسیار با احتیاط تطبیق شود تشوش وظیفوی کلیوی هر مشکلی که من اینجا برتان رشت میکنم یک کبد هر مشکلی که در کبد بود شما را یک یا در کرنی یا لیور آه. لیور یا کرنی هر مشکلی که در پاسه احتیاط شومېږو در تشووش وظیفوي کابات در تشووش وظیفوي کلیوي در پرګنانت در حاملګي شيردي او تشووشاتې اسابي اگر ډیر وداشته بش مې سیستمي اسابي پزدرت سيستمي اسابي حاملګي شيردي کابات او کلیه اگر مشکل داشت باید با احتیاط تطبیق شود عوارض جانبی دوا سردردی از تشوشات سیستم عظمی است و تشوشات بصری. تشوشات بسری مضمون که به نام افماتولوژی یا مضمون چشم است یا امراض چشم کی را بس میکنه یعنی هر مشکلی که در چشم تشوشات بسری یا عصب مشکل داشته باشه هر مشکلی که در دید ما باشد میگیم تشوشات بصری یا عصب بصری که عصبی که سبب اه اه یا کنترل میکنه چشم انسان و دید انسانه. پس عوارض جانبی ممکن مشکل در دید پیدا شود تشوشات در سیستم معده یا سیستم عظمی و ممکن سردردی آرتیمیتر یک دوای دیگه است که در ملاریا استفاده میشه اشکال دوایی به شکل زرقی مورد استعمال در تداوی مالاریا فلسفارم اینه دوای آرتیتونات که هم در فلش فارم استفاده میشد ولی کلوروکین در ملاریا هاد و نوی وی استفاده میشد پس ایره هم یک خط میکنم برتان در تداوی ملاریا فلش فارم استفاده میشه. مزاد استدباب عین به مو شکل است که در سه ماه اول حاملگی مزاد استدباب است پس در سه ماه اول حاملگی ما حق نداره میدوار را تطبیق کنیم احتیاط دوا در وظایف مهارتی و گنگسیت که باز تکرار میکنم اگر به هر مشکل یک نفر اصلاح ساده گنگس باشد بیشار میگه بیشار تو گنگس هستی نزدی اشخاص اگر دوا تطبیق میشه باید بیشار با احتیاط تطبیق شود. در وظایف مهارتی به این که اگر دریور باشه پیلوت باشه فلسکار باشه کارش با وسایل اساس اساس باشه با وسایل برقی باشه نزدی اشخاص باید بسیار با احتیاط تطبیق شود عوارض جانبی تقریبا همو جانبی است که شما متوجه باشید. سردردی دلبدی استفراق سالات و برنگز گوشاب بازم تکرار میکنیم شاید نزدی یک شخص سردردی پیدا شد نزد یک شخص دلبدی و استفراغ پیدا شد نزد یک شخص برنگت گوشا و ایسحالات. ممکن ممکنش پیدا نشد ممکن نزد یک شخص تمامش پیدا شد هم سردرد باشد دلبدی و استفراغات داشته باشد برنگت گوش و اسحالات ممکن یک دانه پیدا شد پس عوارض جانبی حتمی نیست که یا تمامش پیدا میشه یا ایش پیدا نمیشه ممکن نزد یک شخص یک عوارض نشان بدن نزد یک شخص دیگر ولی می عوارض جانبی را ای ایجاد میکنه ممکن ایجاد نکنه کیونین دوای دیگه که اشکال دوایی به شکل تابلت های 300 میلی گرام و به شکل زرقی هم وجود دارد و همخول دو میلی لیتر ما بیشار خلاصه کردیم میره به مو شکل اگر شما یاد بگیری بهتر است باز در سایه عملی که باز رفتی باز اونجا بسیار زود یاد میگیره پس اشکال دوایی به شکل تابلت های 300 میلی گرام به شکل زرقی هم وجود دارد و آمپول های 2 میلی لیتر موارد استعمال در تداوی مالاریای فلسفار مقاوم چندین دوا فلسفار باشه نه مالاریا. ولی مقاوم باشه در مقابل چندین دوا هر مثال دوایی که قبلا تکرار شدی دوا را گرفته ولی شخص در مقابل دوا چی است مقاوم شده پس در ملاریا نو ملاریا فالسیفارم و و و مقاوم باشه در مقابل چی چندین دوا این ای موارد استعمال شده است مزاد یعنی حق تطبیقی دوا را که نداریم در موجودتی که سلای شکی اونجا نوشته ما اون خلاصه کردم موجودیت خون در ادرار اگر یک نفر بر چکایت کنه که من زمان که ادرار میکنم یا در شروع ادرارم خون میره خوب متوجه باش که اگر سری موضوع دور نریم ولی شما بو فامی که تو آراد مرد مردمی که برات می یا آشخاص که برات می مریضی که برات می به این شکل ساده برات میگه دکتر صاحب ما زمانی که میرم به طرف تشناب در شروع ادرار خونریزی دارم ولی زمانی که ادرار مشروع میشه خونریزی ختم میشه یا در وسط ادرارم یعنی به این معنی که نصف ادرار تخلیه شده در وسطش خون میاد بعد از وسط دوباره قط میشه در وسط ادرار یا برد میگه دکتر سب که ما نه در شروع ادراریم خون دارم نه در وسط در ختم که ادراریم خلاص میشه یک مقدار خون میه پس در این حالت ها مزاد استبابات. اگر به هر شکل در, در ادرار خون باشه که از نظر اورولوژی بازی مربوط به امراض مختلف است که چرا در شروع ادرار خون است چرا در وسط ادرار خون است و چرا در ختم ادرار خون است پس مزاد استدباب در موجودیت خون در ادرار و در تشوش عصب بسری که باز هم تکرار میکنیم اگر عصب دید ما مشکل داشته باشه در این عادت ها مزاد استدباب است چون دوام مستقیم از سیستم عصبی هم تاثیر میکنه فری عصب بصری تاثیر میکنه پس عصب بصری ما که خودش مشکل داشته باشه دیگه باید مشکلش از زیاد نکنیم پس در حالت مزاد استباب است در برنگس گوشا در برنگس گوشا چون اکثر دواهای ملریا را شما ببینید که یک برنگس چی داره در عوارض جانبی برنگس یک برنگس گوشا داره که اکثرا شما با در این قسمت متوجه باشه چند برنگت گوشا در این قسمت هم براتون یک خند نشانی کردم و در اینجا هم در عوارض جانبیش که در مزاد استدبابی هم برنگت گوش است یعنی اکثر دوا سبب چی میشه؟ برنگت گوش میشه در منریا، در عوارض جانبیش در اینجا هم با چی است مزاد استبابه که این از جمله دوایی که مزاد استبابش در موجودات خون در ادرار یا در شروع در وسط یا در ختم در هر حالتی که باشه که مربوط یورولوژی است سرش زیاد فوکس نمی کنیم شرطی است که در ادرار مریض خون باشه مزاد استباب در عصب بسری در عصب بسری مشکل باشه و برنگست گوشان مزاد استباب است احتیاط دوا در مشکلات قلبی هر نوع مشکل قلبی که باشه باید احتیاط شود در انتقال سیالی یا مشکل در انتقال سیالی قلبی باشه گرافیک تعیین میشه به اساس همین ها تعیین میشه بیشتر که برتان رسم کنم که به شکل یک گراف قلبی در هر نوع مشکل قلبی و در انتقال سیالهای های قلبی باید بسیار احتیاط شود عوارض ببینی که مزاد سباب از در برنگت گوشا و خودی خود ای دوا همچی عوارض جانبی شید برنگت گوشا یک شخصی که خودش مشکلی برنگ دامدار برد میگه سر میگه دوازش میمونم تک 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 در گوشم صدا میشه یا احساس برنگت گوشا زیاد بیشتر میگه مرا بطن کده ولی خود دوا هم آراز شید برنگت گوشا داره پس در اینجا یک شخصی که برنگت گوشا داشته باشد سبب چی میشه مشکلش از نکن. نکو ممکن نزدیک شخص عوارض جانبی ایجاد شوه و این برنگت گوشا باشه او خودش برنگت گوش داره تو دیگه هم برش دوا داد دیگه بیخیز یاد میشه پس در اینجا چی است مزار است است عوارض جانبی عبارت از برنگت گوشا سردردی خیره شدن دید خوب متوجه باشه در مزاد استدباب چی گفته بودیم؟ در تشوش عصب بسری عصب که دید ما را کنترل میکنه یعنی مربوط چشم میشه در اینجا ممکنه دوا و جانبی چی باشه سر عصب بصری تش یک, یک گافت ایجاد کنه یا سبب عوارض جانبی برای عصب بصری شو دید ما مشکل پیدا کنه پس یک نفره که خودش عصب بصریش مشکل داشته باش تو دی حق نداری چون عوارض جانبی چی است خیره شدن دید است خیره شدن دید است نابینایی موقتی موقتا یک نفر نابینا میشه میگه چی برش دوا دادم میگه دوای مالاریا دادم ولی یک چند چند هفته میشه چند روز میشه دیدیم بیخی دی چیزا نمیبینم به حساب اصطلاح ساده کور شدیم باز تکرار میکنیم در مزاد استباب چی بود در موجودات خون در ادرار این به بر صورت در تشوش عصب بصری مشکل که خ... مشکل بینایی نفر خودش داشته باشه این دوا چی است مزاد استباب است برش تطبیق نکو چون عوارض جانبی که ایجاد میکنه نابینایی را ایجاد میکنه موقتا خیره شدن دید پس حسبی که دیده کنترل میکنه او خودش مشکل داره تو دیگه مشکلش زیاد نکو در دلبدی و استفراقات و اندفاعات جلدی از جمله عوارض جانبی است پس آه... کیونین به شکل تابلیت های 300 میلی گرم به شکل زرقی هم موجوده به شکل امپول دو میلیتر هم موجود است موارد استعمال در تداوی مداری فلسفار مقام چندین دوا مزاد استباب در موجودات خون در ادرار تشوش عصب بسری تکرار میکنم در مزاد استدباب دوا بسیار احتیاط کنید چون واقعات خطرناک از ایجاد میشه تکرار می کنم بازم مزاد استباب ای دوای که کیونین است در موجودات خون در ادرار حالت اول و در تشوش عصب بستری و برنگس گوش ها حق تدبیقی دوار نداریم در عوارض جانبی را ثربت با مزاد استدباب باز برتان بسیار خلاصه میشه که چرا این مزاد استدباب چون از جمله عوارض جانبی برنگس گوش سردردی و خیره شدن دید که مربوط به تد... عصب بصری است که در تشوش عصب بصری ما حق نداریم دوار تطبیق کنیم نابینایی که موقتا باشه یک چند روز باشه موقتی باشه پس مربوطی چی از حساب بصری تشوش حساب بصری اگر باشه حق تطبیق نداریم در عوارض جانبی ایادتا را که مربوطی از حساب بصری میشه ایجاد میکنه دلبدی و استفراقات از جمله عوارض دیگهش و بالاخره ممکن اندفاعات جلدی یا های جلدی را هم ایجاد کنه سلفا دوکسین آخرین دوای ماست که در ملاریا خوانده میشه اشکال دوایی به شکل تابلت های 500 میلی گرام موارد استعمال به صورت مشترک با سایر دواهای پلاز پلازمودیم فلسفارم یا نوی ملاریای فلسفارم تطبیق میشه مزاد استباب در فرط اساسیت در مقابل سلفامیت ها و تشوش وظیفوی کلیا و تشوش وظیفوی کبد احتیاط در مشکلات خون بسیار احتیاط شود و تحت نظر متخصص تجویز شود یعنی در مشکلات یک نفر اگر مشکل خون داشته باشد فکر کنی سرطان خون داره سرطان خون داره و دوا در نزدی تو اشخاص اگر ملاریا هم مسابه ملاریا هم باشه بسیار با احتیاط تحت نظر متخصص تکرار میکنم که مزاد استدباب دواها و احتیاط دوا ای بشار مهم است فهمیدن تطبیق دوا مهم نیست زیاد او در سایه عملی یاد میگیره ولی چیزهایی که شما را از حادثاتی که در شفخانه ایجاد میشه جلوگیری میکنه مزاد با اگر هر دوا مزاد استدبا بشه فراموش کرده بوده قبل از تطبیق خواهش است که کتاب ببینید. در این شرم نیست که فراموش کردیم یک بار کتاب میبینم ولی شرم است که یک مریض از پیش دیگه طرف بره هم از نظر وجدان شاید نارام باشی و هم کسی که صدمه برات میرسونی در هر دو عادت ضرر میبینی پس بهتر است مزاد استباب هر دوا خ... شما دقیق بفهمی اگر فراموش کردید در این شرم نیست کتاب ببینیم من هم زیاد چیزها را فراموش میکنم ولی داری خفه نمیشم دوباره تکرار میکنم اگر نه به, به مسئله خودم شاید بگم که فراموش کردیم صبح برات میبینیم کتاب دقیق برات میگم پس احتیاط در مشکلات خون بسیار با احتیاط و تحت نظر متخصص تجویز شود در صورت بروز تشوشات خون دوا فورا قد شود اگر دوا نزد یک نزد یک کسی تطبیق شد و مشکلات خون برش ایجاد شد دفتا دوا فوری قد شود یعنی دفتا دوا قد و در دوران شیردهی حاملگی با احتیاط تطبیق شود در مشکلات خون دوا تحت نظر متخصص باید تطبیق شود در شیردهی و حاملگی با احتیاط تطبیق شود در صورت که مشکلات خون ایجاد کرد دوا باید دفتا قد شود عوارض جانبی اندفاعات است که در, در ما اشتباه آمده این ما برتان نشانی میکنم اندفاعات خارش های و مویرفتگی خفیف مویرفتگی خفیف از جمله وارز جان سلفادوکسین مثال به یک خانم تدبیق شد ممکن به شکل خفیف مو، موهایش بره خارش های جلدی برش یا ایچنگ جلدی پی برش پیدا شد اندفات یا لکه های جلدی برش پیدا شد سلفادوکسین با به شکل تابلیت های 500 میلی موارد استعمال در با شکل مشترک با سایر دواهای در تداوی ملاریای پلازمودیم فلسفارم تطبیق شد مزاد استباب در فرط اساسیت در مقابل سلفامید تشوش های وزیفوی کلیا و تشوش های کبدی تکرار میکنم باز هم تکرار میکنم که مزاد استباب بسیار ارزش داره در دواها احتیاط دوا در تشوشات خون تحت نظر متخصص تطبیق شود در صورت که تشوشات خون ایجاد کرد دفتا دوا قد شود در شیردهی و حاملگی در شیردهی و حاملگی با احتیاط تطبیق شود عوارض جانبی ممکن اندفات جلدی را ایجاد کنه یا لکه های جلدی را ایجاد کنه خارش های جلدی را ایجاد کنه و مویرفتگی خفیف را ایجاد کنه یه ای از جمله عوارض جانبی سلفر دوکسین است